صحبتی کنیم در خود عرشه ناو جماران که در این رزمایش مشارکت داره. امیر تاج‌الدین بفرمایید که خب ما امسال وارد سال چهارم این رزمایش شدیم، اهمیت این رزمایش و اینکه چقدر با توجه به اینکه هر سه کشور از قدرت‌های منطقه و به ویژه مناطق دریایی در اقیانوس هند هستند، بفرمایید که ما امکان افزایش و مشارکت کشورهای دیگه رو در سال‌های آتی داریم، به ویژه اینکه امسال که دو کشور هم به عنوان ناظر در واقع در این رزمایش مشارکت دارن. خب ما خوشبختانه امروز شروع رزمایش رو داشتیم برای چهارمین مرحله و همینجور که اشاره فرمودید اهمیت شمال اقیانوس هند ما رو بر اون داشت که با مشارکت جمعی بتونیم نسبت به ارتقاء سطح امنیت با شعار با هم برای صلح و امنیت اقدام کنیم. بله. و تقریبا تو 4 سال گذشته محور اصلی شعار ما در رزمایش حتما صلح، امنیت و دوستی بهش اشاره شده. پس موقعی دقیق نگاه بکنیم ما محور اصلی رزمایش ما ارتقاء امنیت و امنیت شمال اقیانوس هند برای مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی. بله. تروریسم دریایی و انجام اقدامات بشر دوستانه و حتی پایش زیست محیطی هست. خوشبختانه در 4 سال که ما این رزمایش رو داریم اجرا میکنیم سال به سال پیشرفت داشتیم، تمریناتمون رو به پیشرفت بوده که به صورت 3 جانبه اجرا کردیم. من قبلا هم در رزمایش قبل گفتیم تعدادی از کشورها به تبع ما دعوت کردیم، همینجا هم دعوت میکنیم، چون اعتقاد داریم امنیت شمال اقیانوس هند یک امنیت جمعی است. همه کشورهای منطقه و کشورهایی که در این محدود منافعی دارن به تبع موقعی با هم همکاری بکنن این امنیت پایدار خواهد بود. و ما مرکز امنیت دریایی رو امسال افتتاح کردیم و خوشبختانه این رزمایش یکی از محورهای اصلیش برگزاری و کنترلش زیر نظر مرکز امنیت دریایی است. و خدا رو شکر میکنم تا به الان کار و محور برنامه ها به درستی انجام شده. در خدمت شما هستم. زنده باشید. خب امیر، ایران و روسیه خب 10 سال در مقابله با تروریست در خود مناطق مثل سوریه در واقع مشارکت داشتند. خود جمهوری اسلامی ایران در کمک به کشتی‌های تجاری و نفتی در تنگه‌های حساس منطقه هم نقش جدی داشته و به ویژه حتی در کمک به کشتی‌های تجاری کشور چین که بخش زیادی از در واقع کشتی‌های نفتی این کشور از همین منطقه عبور میکنه. فکر میکنید این اشتراکات چقدر خواهد توانست که دیگر کشورها رو ترغیب کنه برای تأمین امنیت جمعی در منطقه؟ خب به طب ما اهمیت شمال اقیانوسی که بهش اشاره کردیم و میزان تردد انرژی و همچنین تجارت بین الملل نمیتونیم اجازه بدیم کوچکترین خدشه‌ای به این امنیت وارد بشه. خب ما هرچی مشارکت کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و کشورهایی که در اینجا منافعی دارن با محوریت کشورهای منطقه، ما نباید اجازه بدیم کشورهای دیگه بیان برای ما در خصوص ائتلاف سازی و مبارزه با تروریسم دریایی و همچنین پدیده شوم دزدی در وسایل مورد محوریت رو داشته باشن. ما تلاش میکنیم با همکاری کشورهای منطقه خودمون محوریت رو داشته باشیم، سایر کشورها بیان به ما کمک بکنن که ما بتونیم امنیت جمعی رو برای تردد کلیه کشتی‌ها در شمال اقیانوس هند داشته باشیم. بله.